سلام، من علیرضا رستگار هستم و با یه آموزش دیگه در خدمتتون هستیم. تو این آموزش دیوار آجری منحنی رو می‌خوایم ترسیم بکنیم که آجرها روی هم چیده شدن و حاصل چیده شدن اونها یک دیوار با فرم منحنی هست. برای این کار من ابزار باکس رو انتخاب می‌کنم، به قسمت کیبورد اینتری میرم و طول 10 متر، ضخامت 20 سانتی متر و ارتفاع 3 متر رو وارد میکنم. روی گزینه کرییت کلیک میکنم، ترسیم انجام میشه. با استفاده از کلید میانبر Z زوم اکستند سلکتد انجام میدم و با استفاده از ترکیب دکمه های Alt و W ویوپورت ماکسیمایز رو انجام میدم. دکمه F4 Edged Faces رو فعال میکنه و دیوار فرضی ما این دیوار خواهد بود. دیوار منحنی رو روی این دیوار ترسیم میکنیم به این شیوه که من از کامند پنل Create Shapes رو فعال میکنم و ابزار Line رو انتخاب میکنم. نقاط ابتدایی و انتهایی رو با استفاده از اسنپ ها روی گوشه های کار منطبق میکنم. عدد 1 رو فشار میدم تا ورتکس ها فعال بشن. زمانی که ورتکس ها فعال شدن، ورتکس ها رو انتخاب میکنم و توی ویوی تاپ محل قرارگیری اونها رو اصلاح میکنم. ورتکس ها رو انتخاب میکنم یا با استفاده از ترکیب دکمه های کنترل A یا روی همه اونها یک کاد میکشم. راست کلیک میکنم، روی گزینه اسموت کلیک میکنم. ورتکس های ما رو به صورت منحنی نمایش میده. به ویوی پرسپکتیو میرم، روی گزینه میرر کلیک میکنم و کلون سلکشن رو روی حالت کپی قرار میدم. روی گزینه اوکی کلیک میکنم، جابجا میکنم کپی رو، به بالای دیوار انتقال میدم. با استفاده از گزینه اتک زیر مجموعه جیومتری لاین دیگر رو به لاین فعلیمون پیوست میکنم. عدد 1 رو از روی کیبورد فشار میدم تا ورتکس فعال بشه. گزینه کانکت رو فعال میکنم و روی گزینه ریفاین کلیک میکنم. این ورتکس ها رو به هم متصل میکنم. با استفاده از کلیک کردن روی این گزینه ورتکس یا فشار دادن دکمه یک از روی کیبورد یا کلیک کردن روی بوردر لاین دستور رو غیر فعال میکنم. به مودیفایر لیست یا لیست ویرایشگرها میرم و گزینه سرفیس رو انتخاب میکنم. مقدار ترشولد رو به صفر کاهش میدم. بعد از ویرایشگر سرفیس، ویرایشگر ادیت پولی رو فعال میکنیم. اگر بخوایم تعداد سگمنت هایی که اینجا قرار گرفته رو تغییر بدیم، کافیه که به قسمت سرفیس بریم و تعداد استپس رو تغییر بدیم. اگر که زمانی که به قسمت سرفیس میرید به این شکل میبینید پوستر رو، کافیه که اینجا گزینه شو اند ریزالت رو فعال بکنید و بعد از اون با تغییر دادن استپس تعداد سگمنت ها تغییر میکنه. به قسمت ادیت پولی میرم. کاری که میخوایم انجام بدیم این هستش که میخوایم سگمنت های عمودی رو به تعداد سگمنت های افقی تقسیم بکنیم. برای اینکه این کار رو انجام بدیم، یال ها رو فعال میکنم. با استفاده از دوبار کلیک و یا انتخاب کردن یکی از یال ها و کلیک روی گزینه لوپ، تمام مسیر رو به صورت لوپ انتخاب میکنم و بعد از اون با کلیک کردن روی گزینه رینگ، به صورت رینگ تمام اج های عمودی رو انتخاب میکنم. راست کلیک میکنم و از گزینه سیتینگز کانکت به تنظیمات مربوط به کانکت دسترسی پیدا میکنم. کاری که توی این قسمت انجام میدیم این هست که میتونیم انتخاب بکنیم هر کدوم از این یال ها با چه تعداد یال افقی به همدیگه متصل بشن. من عدد 4 رو انتخاب میکنم و روی چک مارک کلیک میکنم. اج رو غیر فعال میکنم. برای تغییر دادن وضعیت چیدمان آجرها از فرمتی که تمام اونها روی هم قرار گرفته باشن به حالتی که یکی در میون باشه و انگلیش باند باشه، کاری که انجام میدیم این هستش که از قسمت پولیگون مدلینگ روی جنریت توپولوژی کلیک میکنم و روی چیدمان بریک کلیک میکنم. توضیح میده که حتما باید یکی از یالها رو انتخاب کرده باشید. اگر که هیچ یالی رو انتخاب نکرده باشین و گزینه اج غیر فعال باشه و روی این گزینه کلیک بکنید، هیچ اتفاقی نمیفته. روی گزینه اج کلیک میکنم، یکی از یالهای عمودی رو انتخاب میکنم و روی این گزینه کلیک میکنم. یالها رو به صورت یکی در میون نمایش میده. موردی که اینجا باید اصلاح بکنیم این هستش که خود آجرها به صورت فرم منحنی وار هستند و میخوایم که آجرها به صورت عمودی، یعنی به موازات محور وای نمایش داده بشه. چجوری این کار رو انجام میدیم؟ باید بتونیم همه این پلیگون ها رو هر کدومشون رو به صورت مجزا انتخاب بکنیم و تغییر بدیم.
ولی تمام این پلیگون ها به صورت یک پارچه هستن، یعنی اگر که من اینجا دستور اسکیل رو فعال بکنم و در امتداد محور X جابجا بکنم، درسته که هر کدوم از این پلیگون ها رو به صورت صاف در میاره، ولی تمامشون در امتداد یک خط تغییر میکنن. برای اینکه این اتفاق نیفته، عدد یک رو از روی کیبورد فشار میدم، تمامی ورتکس ها رو انتخاب میکنم و بر روی گزینه بریک کلیک میکنم، یا از زیر مجموعه ادیت ورتسز میتونید بریک رو انتخاب بکنید، یا میتونید روی ویوپورتتون راست کلیک بکنید و گزینه بریک رو انتخاب بکنید. زمانی که بریک رو انجام میدین، در واقع اسلایدی که انجام میشه به این شکل هست که توی این نقطه ما یک ورتکس دیگه نداریم و سه تا ورتکس داریم. یعنی اگر که من با استفاده از کلیک موس اینجا کلیک بکنم و موسم رو جابجا بکنم، میبینیم که جدا شدن. کنترل زد میزنم و حالا عدد 4 رو فشار میدم، پلیگون رو انتخاب میکنم و اگر این پلیگون رو جابجا بکنیم، میبینیم که این پلیگون به تنهایی جابجا میشه و بقیه پلیگون ها جابجا نمیشن. قبل از اینکه بریک رو انجام بدیم، زمانی که این پلیگون رو جابجا میکنیم، تمام پلیگون ها با هم جابجا میشن، این اتصالات جدا نمیشد. پنجره توپولوژی رو میبندم، تمامی پلیگون ها رو با استفاده از کلید میانبر کنترل A انتخاب میکنم، حرف R رو از روی کیبورد فشار میدم تا دستور اسکیل فعال بشه. حتما دقت بکنید که اینجا روی یوز پایوت پوینت سنتر قرار گرفته باشه. حالا روی در امتداد محور X میرم، روی محور X کلیک میکنم و موسم رو جابجا میکنم. خب در امتداد محور X اسکیل میدم به صفحه هایی که قرار هست نماد هر کدوم از آجرهای ما باشن و دستور پلیگون رو غیر فعال میکنم. ما الان یه تعدادی آجر داریم که مشکلی که درش وجود داره اینه که ضخامت این آجرها صفر هست و صرفا به صورت یک پوسته دارن نمایش داده میشن. برای اینکه این مشکل برطرف بشه، میتونیم از دستور شل استفاده بکنیم. من پوسته رو انتخاب میکنم، از لیست ویرایشگرها ویرایشگر شل رو انتخاب میکنم و برای آجرهای ضخامتی رو در نظر میگیرم. فرض بفرمایید که ضخامت 1/10 رو برای اینر امانت و ضخامت 1/10 رو برای اوتر امانت تعریف میکنیم. 1/10 متر یا 10 سانتی متر. برای اینکه بهتر بتونید ببینید چه اتفاقی افتاده، توی قسمت ادیت اجز از زیر مجموعه تنظیمات ویوپورت حالت کلی رو انتخاب میکنم تا با وضوح بهتری بتونید ببینید چه اتفاقی افتاده.